چشمه ها پر آب، باغ ها آباد، درختان پر از میوه، چشم ها منتظر، دل ها بیقرار و مشتاق توست یا حسین. این تعبیر مضمون اغلب دعوتنامه هایی بود که هر روز از طرف علما و زعمای عراق به سمت مکه می رفت و از امام می خواست تا به سوی کوفه حرکت کند. سلیمان دیر کردی، مجبور شدم سری به کوفه بزنم. زروی، ابو اسحاق هست؟ علی آ بیقرار است از فراق یار، خیلی بیتاب است. لااقل 10 بار مرا فرستاده که زروی برو دید بزن ببین از کیان خبری شد یا نه. زروی جان، هوای رفیقمان را داشته باش، خیلی خجالتمان داده. به دیده منت، از خجالتشان در می شویم خالو. خب کیان، از یوسف مکیه ما چه خبر؟ خوش خبرم ابو اسحاق، پسر عمش مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاده تا صحت و سقم دعوت کوفیان را بسنجد و اخبارش را برای امام بنویسد. طلایه‌دار اهل بیت پیامبر همینک در راه کوفه از مختار. مسلم ابن عقیل؟ فکر نمی کنم او را دیده باشی مختار. نه، چیزی به خاطرم نمی رسد. تو چه؟ او را دیده ای؟ 15 سال پیش دیدمش. آن موقع نوجوانی 17 یا 18 ساله بود. الان باید کامل مردی شده باشد. مسلم کی به طرف کوفه حرکت کرده؟ طبق اخبار چاپاری که به مکه فرستاده بودم، 1 ماه قبل با 2 راهبلد از بیراهه ها به سوی کوفه آمده. پس تا به حال به کوفه رسیده؟ نه ابو اسحاق، هنوز نرسیده. قبل از آمدن به لفخا سری به کوفه زدم، به خانه سلیمان رفتم، سر و گوش یاب دادم، خبری نبود. شاید گرفتار شرطه ها شده باشد. بعید است، یحتمل راه گم کرده. از کجا میدونی؟ غیب که نشده، یا راه گم کرده یا به قول خودت گرفتار شرطه ها شده. برخیز کیان، باید بی معطلی سر از تهوتکوه قضیه در بیاوریم. مسلم چرا به کوفه نرسیده و اگر رسیده کجا رفته؟ برخیز. اجازه بده عرف راهش بخشکد، قوتی بخورد، قوتی بگیرد، بعد رد مسلم را بجوید. نه عمره، جان سفیر حسین در خطر است. قوت ما و قوت ما در یافتن مسلم است. من در کوفه بودم، خبری از مسلم نبود. بعید میدانم کسی از مأموریت او مطلع شده باشد. دشمن را احمق مپندار کیان. یک راز تا وقتی راز است که بر زبان جاری نشده باشد. با افراطی که کوفیان در نوشتن نامه کرده اند، یزیدیان سر و پا چشم و گوشند تا بدانند حسین چه پاسخی میدهد. وقتی تو از مأموریت مسلم با خبری، یقینا دشمن هم خبر دارد. ابن کامل را به کمک بخوان کیان. در تمام راهها و کوره راههای منتهی به کوفه کمین کنید. مسلم را یافتی تا کوفه مشایعتش کنید. چون آنچه مایل باشد، من حاضرم میزبان پسرم به حسین در کوفه باشم.
عمره، تو هم ربا او رو بنده کن، باید به دیدار پدر بروی. میتوانم بپرسم چرا؟ من با به جا آوردن سده یارم. همین؟ نه همین، باید با یک تیر دونشان بزنیم. سعی کن بفهمی از ماموریت مسلم چه میداند. حتما بعد از آن که سر مگوی پدر را دانستم باید بیایم و آن را نزد شوهر فاش کنم. واقعا که مختار، پدرم اگر حرفی به من میزند مرا سر نگهدار خود میداند، همانطور که تو مرا محرم اسرارت میدانی. چطور توقع داری اسرارش را بر تو فاش کنم؟ از من بپرسد شوهرت چه خیالاتی دارد، میتوانم اسرار تو را فاش کنم؟ بانو عمره حق دارن مختار، بهتر از ایشان دخالتی نکنن. مختار، تمنا میکنم مرا دستاویز مقاصدت نکن. کدام دستاویز عمره؟ گمان کردم همراه و همسفرم شدی تا کمکم کنی. تو رو در روی پدرم ایستاده ای. من حرفی زدم؟ مخالفتی کردم؟ این کم کمکی است؟ لازم نیست کنجکاوی کنیم. برو سری به پدرت بزن، حال احوالی بپرس، دیداری تازه کن. نه مختار، نه، من از خانه‌ام جم نمیخورم. بهتر نیست مسلم را به لفقا دعوت کنید ابو اسحاق؟ نه کیام، مسلم به لفقا بیاید پدر زنم خیال میکند شمشیر را از رو بستند. من هنوز از نعمان قطع امید نکردم. با ام ثابت چه میکنی؟ خدای نکرده بی حرمتی کند چه؟ مسلم ابن عقیل کیان ایرانی نیست مستوجب لعن و نفرین باشد. ام ثابت با تو چه کرده؟ من به زخم زبانهای ام ثابت عادت کردم. هر وقت مرا میبیند و دشنام نمیدهد دلم میگیرد. امروز مدعی شده بود که من زیر پای تو نشستم که به دست تو انتقام تحقیر نژادم را از عرب بستانم. شرمنده ام کیان، روی ترش و زبان تیز ام ثابت همیشه تو را گزیده. دشمنتان شرمنده سردار، دلت را دریاب. هیچ مغرازی نمیتواند رشته ارادت کیان به مختار را ببرد. زخم زبان ام ثابت همیشه نیش نبوده، گاه نوش است و گوارا. مختار برای کیان همان منجی ابوالبشر است که به زودی ظهور می کند. چیزی را میبینی که من میبینم؟ تو چه میبینی کیان؟ یک لکه سیاه جنبان. از سراب نیست، چون من هم میبینم. ممکن است همون یوسفی باشد که منتظرشیم.
از این برهوت شطور لوک جان سالم به در نمیبرد، چه رسد به آدمی؟ به کدام این اجاز زنده مانده ای یبن عقیل؟ من مختارم جناب مسلم، پسر ابو عبید ثقفی. مختار نیازی به معرفی ندارد. سالها پیش در کوشک سفید مدائن تو را دیدم. آن زمان من نوجوانی بودم و به چشم مردان بزرگ چون تو نمی آمدم. در کوشک مدائن شنیدم که در جنگ پسر عمم حسن با معاویه بی طرف ماندی و مشغول زراعت شدی. حکایت بی طرفی آن روزت در کام چون منی که جز بی وفایی و تلخی ندیده بودم شیرین آمد. خدا رحمت کند عمویت سعید را که از هیچ کمکی مزایقه نکرد. حکایت هم بیطرفی سال هاست که مثل خور جانم را میخورد. همه ما در معرض لغزشیم. شیطان مأمور همین کار است و تیغ برایی هم دارد. قسم خورده لعقبین هم اجمعین باشد، دل پرخونی دارد شیطان از دست کسانی که بر اثر لغزش ایمانشان محکم تر می شود. مایه مباهات است که مرا لایق میزبانی دانستید. تنها سفر می کردید؟ خیر، تنها نبودم، تنها شدم. دو راه بلد داشتم که در میانه راه از فرط گرما و تشنگی هلاک شدم. جهنمی است برهوت میان حجاز و عراق. عبور از این جهنم کار هر کسی نیست. سفر سفر عشق است برادر. اجازه عشق نبود من هم مثل همراهانم مرده بودم. از کدام سو وارد کوفه شدید؟ از سمت شورزار. به شورتها بر نخوردید؟ چرا؟ به لطایف الهیال از کمندشان جستیم. ممکن است ردتان را زده باشند؟ نه ابو اسحاق، خیالت آسوده. ظاهراً خبر عزیمت جناب مسلم به یزیدیان نرسیده. هنوز شیعه در کوفه غریب است. از کجایند آنها که انبوه دعوتنامه برای پسر عمم حسین نوشتند؟ آن دعوت کجا و این پنهانکاری کجا؟ جناب مسلم، آن دعوتنامه ها منافاتی با پنهانکاری ما ندارد. واقع مطلب این است که در کوفه هنوز فرماندار یزید و شورده هایش حکومت می کنند. شیعه در کوفه قدرتی داشته باشد پنهان است. تا شیعه دارالحکومه ای نداشته باشد، شورده و شبگرد و سرباز نداشته باشد، تا فرمانده و فرماندار نداشته باشد، باید احتیاط کنیم. خودتو چه نظری داری مختار؟ آیا مردم کوفه فی‌الواقع طالب پسر پیامبرند؟ چه عرض کنم؟ طالب که طالبند. حکایت حکایت الکوفی و لایوفیست. می ترسم مثل ایام ماضی قوم کل هماری حمل و لسفار باشند.
من یکی قصد کردم تا نثار خونم کنار پسر پیامبر باشم. دست راست کن ابن عقیل. میخواهم نخستین کسی باشم که دست بیعت به سفیر حسین ابن علی میدهد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مختار، مشایخ و مشایر شیعه در کوفه رو خبر کنید. باید هرچه سریع‌تر پیغام پسرم من حسین رو برایشون بخونم. ابن عقیل از طرف پسر عمم حسین ابن علی مأمور شدم تا به کوفه بیایم و ایشان را از صدق سخن کوفیان و نیز از صحت دعوتشان مطلع سازم. ایها الناس، بیعتی که از سر جبر و ترس و اکراه باشد باطل است و حرام. شما مخیر به انتخابید، حسین یا یزید. مبارک باشد ابو اسحاق، دولت عشق دوباره برپا شد. هنوز برای قضاوت زود است. که از چه دل بشکی ابو اسحاق؟ میدانی از چه میترسم بن کامل؟ زحمای قوم بیشتر به فکر جبران خطاهای قبلشان هستند تا برپایی حکومت علوی. فکر کن فردا روز یزید لشکری بفرستد تا مخالفینش را قلع و هم کند. با کدام لشکرمان میخواییم جلویش بایستیم؟ ای مردم کوفه، بدانید وقتی دست بیعت به خلیفه میدهید، پدر مادر بخچش رو بسته، میخواهد برود. برود؟ کجا؟ نمیدانم، خودش میگوید میروم به گور سیاه، به جهنم، به درک اسفل السافلین. فکر میکنم میخواهد برود به خانه عمه جاریه. کجا ابو اسحاق؟ خبری شده؟ چه عرض کنم؟ گاوند و رضاییده، ایال باز مهره که ساخته. لفتا شیطان را از جلد عیالش بتاراند. صبر و حوصله ابو اسحاق رشک برانگیز است کیان. من یکی که طاقت ندارم. جای ابو اسحاق بودم، سر ام ثابت را گوش تا گوش می بریدم. این هم برای من معمایی است. چطور ابو اسحاق این همه سال دوام آورده؟ نیشش نیش افعی است. نمی دانم تا به حال چشیده یا نه. من که به وفور از این نعمت چشیدم. در معرفت و کمالات ابو اسحاق همین بس که بردباران زنی بد خلق و بد زبان را تحمل می کند. باید عرب باشی تا بفهمی کیان. کمتر عربی است که در مقابل زن خاضع باشد و خاشع، آن هم زنی که آشکارا با عقاید شوهرش مخالف باشد. به راهی هدایت کن که موجب خوشنودی و رضای توست. امید داشتم وقتی عاقل مردی شدی آرام و قرار میگیری، اما موی سفید هم تو را اهل و عاقل نکرد.
15 سال آزگار سوختم و ساختم و تاوان غروری را دادم که از مختار شکسته بودم. هنوز غرور مختار زخمی است؟ من شرمسارم، چیزی برایم نمانده که تاوان دهم. تک گوشتی داشتم به نام دل که خون شده رفت، جگرم شد جگر زلیخا. نه در زندگی مختار جایی برای ناری مانده، نه در دلش و نه در خانهش. امثال کیان ایرانی نزد تو ارج و قرب بیشتری دارن تا من. یک شب نشد که کپی مرگم را بی هول و هراس بر زمین بگذارم. هر بار که کیان در به خانه ام را کوبید، دلم به دهانم آمد که باز بیدلیل این جغدشون بر بام ویران خانه ام ننشسته. آدمی مثل تو رویای امثال کیان این مختار. از سر راه هم برو کنار. میروی که رفته باشی رفیق نمراخ. میخواهم از میدان جنگی که مختار برایم درست کرده بگریزم. کار بدی میکنم؟ ام ثابت و فرار. پس تکلیف میثاقی که با هم بستیم چه میشود؟ قرارم آن بود بی کفن هم را درک نکنیم. این افرین بر تاله شوم از در، افرین بر اقبال کوتاه. تازه مختار هنوز چوب خطش بردن شده. تو بروی چه کسی قور بزند و نکناله کند؟ چه کسی مختار را به خاطر مرامش سرزنش کند؟ در به در شده. رفتی خیر قبر پدرم، اون را خبر کردی که چه؟ مختار چند مرا چرانده و چزانده که تو میخوایی کاملش کنی؟ حق نداری از این خانه بروی. تو میخوایی جلویم را بگیری بزمجه؟ تو از چه ناراحتی؟ این فضولی ها به تو نیامده. حواس کرده این فلفل به حلقت بریزم یا زبانت را داغ کنم؟ میخواهم خانه را برای جلان دادن تو و پدرت خالی کنم. صابه جان. بله پدر. زبان به زبان مادرت نکن. بروی تا ما با هم کمی درد دل کنیم. خواهرت رو هم با خودت ببر. چشم پدر. کمی بی‌انصافی کردی ناریه. تو در دلم در زندگیم جایی نداشتی، چرا تا بار سر به بیابان ننهادم؟ چرا با تو متارکه نکردم؟ ارج و قرب و منزلت هر زنی به هنر خود اوست. تو بی هنر بودی که مختار را در کنار خود نداشتی. خانم را لانه زنبور کرده این مختار. دیر نباشد که یزید آتش به خانه ام اندازد. تو را میکشند و من و تفنانم را به اسیری میبرند. تو را به خدا بس کن مختار. من و بچه هایم حق داریم که زندگی کنیم. میشنوی؟ قریب لبک یا حسین جماعت کوفه را میلرزاند. تو چرا وارونه نمیاندیشی ناریه؟ چرا فکر نمیکنی ما بر یزید و یزیدیان غلبه میکنیم؟ دل به خدا بسپار زن. نهال آرزوهایم درختی تنومند شده که ریشه در صخره دوانده. محض رضای خدا لذات این روزها را به کامم تلخ نکن. امان از دست تو و رویاهایت. این حرفا را از زبان ثابتکم می شنیدم کمتر می سختم. هنوز که هنوز است رویاهایت کودکانه است مختار. من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر می‌خوانم، چرا که سنت مرده و بدعت زنده شده.
پسرم و فرد مورد وثوقم را به سوی شما گسیل داشتم تا مرا از رأی و عزمتان آگاه سازد، چنانچه بنویسد نظر همه شما و فضلا و اغلایتان همانیست که در نامه هاتان نوشته اید، به سوی شما می آیم تا شما را به ساحل نجات هدایت کنم. قسم به خدایی که جانم از اوست، امام باید عامل به قرآن باشد و بر اساس قسط عمل کند و در گرو حق باشد و نفس خیش را بر خواست خدا وادارد. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین. درد فراخ کور شد یعقوب نبی، بس که چشم به راه آمدن یوسف دود. یعقوب که رسول خدا بود، درد هجران را طاقت نداشت. ای که پیراهن یوسفی، بیش از این ما را طاقت دوری نیست. تا نمرده ایم کاری کنیم، به مرادم بنویسید که بیاید مسلم. من باید تحکم میکردم که بیایی؟ پدر جان، اکراه داشتم که بیایم، چون میدانستم به چه دلیل احضار شدم. من نمیخواهم در نزاع بین شما و مختار بچه‌ال مصالحه شوم. دختر جان، شوهر عزیزت شهر را به هم ریخته، خانهش را مقر فتنه کرده، میخواهد با دست خود خودش و دودمانش را به باد فنا دهد. تو که آداب رام کردن شوهر را از مادرت خوب آموخته ای، چرا از مهارت‌های زنانت استفاده نمی کنی تا این موجود سرکش را مهار کنی؟ عشق تنها بندی است که می تواند او را تسلیم کند. من به زندگی مختار وارد نشدم که او را به بند کشم. مختار تسلیم و ذلیل شوهر دلخواه من نیست پدر. یعنی تو با اقدامات اخیر مختار موافقی؟ من به فهم و شعور شوهرم ایمان دارم پدر. مطمئنم که بیگدار با آب نمیزند. زده دختر جان، زده. به پیر، به پیغمبر قسم، بیگدار با آب زده. خانه در مسیر سیل ساخته. مسلم مهمان خانه او شده. خبرش به یزید برسد که حتما تا به حال رسیده، خانه را می کند مستخ مختار و اهل خانهش. تو چرا اینجایی عمره؟ به همون دلیل که تو اینجایی مختار. عمره زن تو دختر من است مختار. تمکین از شوهر برایش فریضه است و ادای دین به والدین تکلیف. شما اعتراضی دارید؟ اعتراض؟ نه اعتراض ندارم، تعجب کردم، چون عمره میلی به آمدن نداشت. من او را به اینجا کشانیدم چونان که تو را. بس کارمان تمام است عمره، برای گوشمالی احضار شده ایم یا قربانی؟ مختار عاقل باش،
احضارتان کردم نه به عنوان حاکم کوفه، که به عنوان یک پدر پیر دلسوز و خیرخواه، تا به حرفهایم گوش کنید. تکیه کردن به مردم کوفه تکیه کردن بر دیوار شکسته است. مردم کوفه همان مردمی هستند که علی آنها را اشباح و رجالشان خواند. این مردم شبیه آدمند، نه خود آدم. به قیل و قالشان ننازید، به وعده هایشان دل خوش نکنید، به عهدشان دل نبندید. یزید انقدر طلا و شمشیر و سرباز دارد که میتواند العیاذ بالله مثل فرعون ادعای خدایی کند. حسین هم آیه را خوانده، چنانچه به کوفیان اعتماد داشت مسلم را به کوفه نمیفرستاد، خودش میآمد. من نه به وفای کوفیان دلخوشم و نه از قدرت یزید در هراس. برای من حجت همانی است که حسین ابن علی فرموده، بیعت با یزید حرام است. نه خیر، تو گوشی برای شنیدن موعظه نداری مختار. تو هم بر جوی، من این بر جوی. خواهی شنید که بر منبر مسجد کوفه خویشاوندیم را با شما انکار کنم و دست از حمایتتان بردارم. اقدام اخیر تو یزید را نسبت به من بدبین کرده. تو به آبرویت میاندیشی؟ من هم به آبرویم. تو با قبول کردن میزبانی ابن عقیل آمدن و علنن مرا به جنگ با خود تحریک میکنی. پس دست به شمشیر ببر تا نشانت بدهم که سیاست نه پدر و مادر میشناسد، نه دختر و داماد. فکر نمی کردم تا این حد تعصب نشان دهد. از یک مجاهد انصاری بعید است که یزید را مایق بدانم. حتما یزید او را ترسانده. مرا به داشتن پدری ترسو سرزنش نکن مختار. اخیراً خیلی شکننده و حساس شدی عمره. از این پس حرفی نمیزنم تا سوء تفاهم نشود. نمیشد مسلم به خانه یکی از مشایخ صاحب فتوای شیعه برود؟ قحط رجال شیعه بود که تو داوطلب میزبانی او شدی؟ بانو امر کنند همین اسایه میروم و عذر مسلم را میخواهم. بر من حرجی نیست وقتی اهل بیتم معذبند. فردای محشر هم خودت جواب علی را بده. مختار، مشکل تو این است که پدرزنت حاکم کوفه است. خیال کردی امثال عمر سعد که دندان طمع تیز کردن بر این تخت و بر این منصب بیکار میشینن؟ نسبت تو را با حاکم کوفه علم شیطان میکنن. نعمان برود عمر سعد بیاید خوب است، یا نعمان بماند و کجدار مریض با شیعیان رفتار کند؟ عمره، مشکل شیعه در کوفه این است که مدبر ندارد، کاردان و سیاس ندارد. این جماعت آنقدر ساده لو هم که فقط بلدن عشق بریزند و دعا کنند. مسلم به هر کجا جز خانه من میرفت در امان نبود. از ام ثابت چه خبر؟ شنیدم خانهش دارو حکومه شیعه شده. ام ثابت هم آدمی زاد است و قلق دارد. خوب میداند مختار مجنون خودم لیلیست. به در میگویی که دیوار بشنود؟ عمر دیوار نیست بانو، همسفر مختار است. عشق به علی بود که تقدیر مختار را به عمر گرزد. مواظب خودت باش مختار. کی آمدی عمره؟ با زربی. زربی؟ از کجاست که من ندیدمش؟ اجازه خواست که سری به خانه ارباب بزنه. دلتنگی از ثابت را بهانه کرد. فکر میکنم رفت که مسلم را ببیند. تو نمیخوایی سری به خانه هویت بزنی؟ خیلی دلم میخواهد مختار. میترسم خبرش به گوش حاکم کوفه برسد و اوضاع وخیمتر شود. امروز آقم کرد،
فردا داغم میکنن. واقعاً کرد؟ نشنیدی؟ قرار شد به منبر برود و نسبتش رو با ما انکار کند. شرمنده عمره، گرفتار بد مخمسه ای شدی. چشمم کور، طاووس خواستم، جور هندوستانش را میکشم. من از لفظ مرحوم معاویه شنیدم که عراقی ها دست از حسین بر نمی دارند تا وادار به قیامش کنند. آن قریب پیشبینی معاویه محقق شود. جماعتی خشک مغز نافهم قلدر معاب جنگ افروز انقدر به حسین نامه نوشتند و نوشتند تا عاقبت آن شد که نباید می شد. فرستادن مسلم ابن عقیل به کوفه یعنی برافراشتن علم قیام، یعنی نشان دادن چنگ و دندان، یعنی برافروختن آتش یک جنگ خانمانسوز. کوفه در شرف گور گرفتن است. الیک اشکو یا رسول الله مما الغا. یا محمد، ما به تو شکایت میکنیم از آنچه بر افکار ما افتاده. میخواهند امت واحده را شق شق کنند. ترسیده نهمان مرد این میدان نیست. خاک بر سرش که خیال میکند اشکش برنده تر از شمشیر است. اشک تمساح هست حسرمی. داماد و موزی دخترش خوب بردن زیر پایش بنشینند. دلش به حال امت شق شق نمیسوزد. از این میسوزد که چرا نمیتواند بر روی قمخیش خودش شمشیر بکشد. داماد فلانی در مقابل پدر زنش. سبحان الله. حذر کنید از فتنه ای که قوم و خیش را به جان هم می اندازد. من نعمان ابن بشیر والی کوفه با کسانی که بیعت شکسته اند قرابتی ندارم. ولو بیعت شکن پاره تنم باشد، دخترم باشد یا دامادم، پسرم باشد یا برادرم. آنان که دست بیعت به مسلم ابن عقیل داده اند یا نیت بیعت دارند گوشزد می کنم که گره را با دندان باز نکنید. با این سیاست دیر نباشد که شیعیان حرف یارشان را برگزی بنشانند. مردک با دست پس می زند و با پا پیش می کشد. توف به این همه بی کفایتی. این همه عجز و لابه و آه نشانه چیست جناب نعمان؟ با بیعت شکنان با زبان زور سخن کنید. به خدا قسم که خود بهتان سراسر ضعف بود و خوف. درک سخنان من برایشون تویی که محضر رسول خداوند را درک نکرده ای ثقیل است حضرمی. من در اطاعت خداوند از ضعفا باشم بهتر است که در معصیت خداوند از اغبیا باشم. این هم قبری که برای نعمان کندم. بی حساب پیش چشم گوش شیطان گره گور با این مرحوم حکومت ری شکار می شود. بخوام ببینم چه کرده ای؟ از پسر سعد ابی وقاص به حضرت امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه. از پسر سعد ابی وقاص؟ این پسر سعد نامش گره آسیاب افتاده.
نه، از تو میپرسم عمر، تو خودت نام نداری؟ تازه کدام سعد ابی وقاص؟ همون فاتح ایرانی که در دعوای علی و معاویه هرچرا رشته بود پشم کرد و بیطرف ماند؟ یا سعد ابی وقاصی که معاویه همیشه از او خوف داشت چون او را مدعی حکومتش میپنداشت و عاقبت هم مسمومش کرد؟ یزید چشمش به نام سعد ابی وقاص بیافتد نامه را نخوانده میسوزاند. باید می نوشتی از سربازی دلسوز و دلشکسته و مقبون که عمریز چوب جهالت و ندانم کاری پدرش را می خورد. یا از پسر سرداری که همه فتوحات و خدماتش را به یک خطا ضایع کرده. قبول. باقی را بشنو. چطور می شود باور کرد مرگ خلیفه پدر را؟ او که قارون به نزدش گدایی بود، او که حاتم طایی در نزدش خسیس بود، او که صاحب سولت سکندری بود و مایه فقر عرب بود. بودش زیاد بود، کمش کن. آه حبیب خدا، آه خلیفت الله، آه کاتب وحی، آه خال المؤمنین، ای که تاج سر خسروان هفت اقلیم بوده ای، این که از زبان رشه میچکد بر صفحه، خون دل ریش ریش است از فاجعه عظمای فقدان تو. کافیست عمر، نمیخواهد بقیهش را بخوانی. اینها که نوشته ای همه تملق است و تزویر. تو یک کلمه میخواهی از نعمان ابن بشیر عارض شوی؟ جوری از معاویه نوشته ای که انگار نه انگار حضرت یزیدم. بله، من زبان متملقان کاخ سبز را میشناسم جاریه. فراموش نکن که یزید ادیب است و اهل شعر. میخواهی از حلوای معاویه به شوربای یزید برسی، بنویس کوفه را دریابید که حاکم بیکفایتش با بیعت چکنان مدارا میکند، چون سران ولوایی از خیشان اویند و خانه دامادش شده از دارالخلافه شیعیانی که دست بیعت به سوی پسر ابو تراب دراز کرده اند. و سلام نامه تمام. در چاپلوسی از یزید و بدگویی از نعمان زیاده روی کنی، می فهمد که قصدت در یوزگی حکومت ری است. گریه میکنی عمره؟ چه خبر شده؟ خبر اینجاست. بخوام. نامه از یزید است. حدس می زدم یزید نرمش و سیاست شما را نپسندد، اما گمان نمی کردم به این زودی اقدام کند. خدا را صد هزار مرتبه شکر. یزید با عزم من بار کوهی از دوشم برداشت. ممکن بود زیر این بار کمر بشکنم. حدس می زنی به جای من چه کسی را به حکومت کوفه منصوب کند؟ با سوابقی که از عمر سعد می شناسم، یحتمل او را جایگزین شما کنند.
شک ندارم که اخبار شما را مو به مو برای یزید گزارش کرده. مختار، به خودت و من اهانت نکن. عمر صد آدم است که بخواهد جای من بنشیند؟ در فهم و درایت شما تردید ندارم، اما یزید بادنوش میپرست حاکم عاقل کاردان نمیخواهد، زبانباز چاپلوس میخواهد، که عمر صد 40 گز زبان تملق دارد. مختار، شبانه حسارتان نکردم تا فقط خبر عزلم را بشنوید. یزید حیلگر صفاکی را به جای من گمارده که بنا دارد کوفه را قربانگاه یاران حسین کند، کاری که من با سیاست یکی به نعل و یکی به میخ زدن از آن حذر کردم. این که هی هرس و جوش میخوردم نکنید، نکنید، آشکارا گردن فرازی نکنید، به خاطر همین بود. من که نمیتوانستم شطور را در مناره قایم کنم. کوفه پر از مزدور و جاسوس است. این قوم شیطان سیر تا پیاز حوادث را برای یزید می نویسند. یزید از من سر شماها را می خواست، کاری که ابن زیاد نافهم در بصره کرد. سر سلیمان سفیر حسین در بصره را برایش فرستاد و شد حاکم کوفه. لا حول ولا قوه الا بالله. پای پسر مرجانه به کوفه برسد، نخستین شکارش مسلم ابن عقیل است، بعد نوبت مختار ثقفی است و قس علی هذا. طبق دستور یزید باید شماها را بکشد و زنانتان را به کنیزی بفروشد. عمده، تو باید به جای امنی بروی جان پدر. جای امن؟ مثلا کجا؟ جایی مثل طائف. مختار در طائف هم خانه زندگی دارد. فکر بدی نیست. از عراق کوچ کن عمره، نزد مادرم دومه برو. من وقتی به نکاح مختار در آمدم عهد کردم که در خوشی و ناخوشی همراه شوهرم باشم. برای من هیچ جا امتر از سایه شوهرم نیست. من جایی هستم که مختار هست. قدی نکن دختر، موعظه های پیشین ما را که به پشیزی نخریدید. انقدر در کار خود لجبازی کردید تا من و خودتان و حسینتان را به خطر انداختید. خط نشان کشیدن ابن زیاد، خط نشان کشیدن نعمان نیست که چشم ببندید و تشرش را نشنوید. حیف، حیف که مختار نخواست با من کنار بیاید. متاسفم که مسبب عزل شما شدم و خوشحالم که زین پس مجبور نیستم رو در روی پدر زنم ایستم. حیف از یک مجاهد انصاری بود که عامل خلیفه فاسقی چون یزید باشد. میشنوی عمره؟ یعنی که مختار قرار نیست شمشیرش را غلاف کند. پس تو دست و پاگیرش نشو، به طائف برو تا مختار با خیال آسوده بتازد و گرد و خاک کند. پدر جان، عزتم در لفقا تهدید شود بهتر است تا غرورم در طائف شکسته شود. لفقا خانه من است، خانه و کاشانه ام را ترک نمی کنم. مختار خصلت هایش را به تو داده؟ این چه خیره سری و لجاجت است که با خود می کنی؟ من غرور و غیرتم را از شما به یادگار دارم، نه از مختار. تا به حال فکر می کردم بیچاره دخترم عمره که از دست خیره سری های مختار چه ها کشیده. امشب متوجه شدم که خداوند در و تخته را با هم جفت و جور کرده. یک امشبی را که پیش پدر میمانی یا باز هم اکراه داری؟ اکراه قبلیم از حاکم کوفه بود، نه از پدرم. از امشب من دختر نعمان ابن بشیر انصاریم، نه دختر فرماندار یزید. با کمال میل میمانم. خب، جای شکرش باقی است که به سبب منصبی که داشتم تحریمم نکردی.
و اما تو مختار. ابن زیاد همان کسی است که با حیلت بسیار خراسان ایران را فتح کرد. تو و یارانت او را دست کم نگیرید. به امثال خودت و سلیمان نگاه نکن. بسیاری از کوفیان که صبح در خانه تو عشق به چشم داشتند و فریاد لبیک یا حسین سر می دادند، شب سر از دارالحکومه در آوردند و با مشتی درهم و دینار تطمیع شدند و با یزید بیعت کرده و به ریش تو و یارانتان قاه قاه خندیدند. خواستی نام تک تکشان را برایت پاش می کنند. نومان به من گزارشی داد که بسیار نگران کننده است. چه گزارشی؟ برخی از حضراتی که بیعت کرده اند به دارالحکومه رفته و مشتی درهم و دینار بیعت خود را فروختند. بدت نیاید مختار. پدر زن محترمتان ذاتاً یک اموی است. درست است که یزید او را عزل کرده، اما معاویه هم کم به ایشان نرسانده. تازه عرض من این نیست که همه خلق بیعت کننده با مسلم پسر پیامبرند و طیب و طاهر. نه، از صد دانه گندم ده دانه خراب و کرمو آفت زراعت نیست. میخواهید چه کنید؟ ابن زیاد بدش نمی آید که در بد و برودش ما را به جنگ تحریک کند. پس تا زمانی که امام به کوفه نیامدن و دستور جنگ و جهاد ندادند، خیشتنداری میکنیم. جناب مسلم هم باید تغییر مکان بدهد. لااقل بخشی از نیروهای ابن زیاد را متوجه خارج کوفه کنید. چطور؟ چون میاندازیم دعوت مسلم در کوفه تمام شده و به اطراف کوفه رفته تا از اعراب مسلمان و قبایل بادیه بیعت بستاند. با این حل وارونه بخشی از نیروهای پسر مرجانه را خارج کوفه مشغول میکنیم. فکر خوبی است. خودتو مناسب ترین کس برای این کار. باید به این جوانک نوسبیل درسی بدهیم که لذت فتح خراسان زهر تنش شود. مختار، الحق خاطره عمویت سعید را زنده کردی. خداوند جزای خیرت داد که از هیچ کمکی مزایده نکردی. حیف که اوضاع دگرگونه شد و افتخار میزبانی را از ما گرفت. چون آنچه اراده خودتان نبود که ما را ترک کنید، به خدا قسم با خونم میهمان نوازیم را ضمانت میکردم. بدرود برادرم. بدرود. مرا از اوضاع اطراف کوفه بی خبر نگذارید. من نیز اخبار را نو به نو به شما میرسانم. چه خبر شده بن هوریث؟ این چه هیاهویی است؟ یا امیر، یا امیر، هیاهوی کوفیانی است که به پیشواز از حسین بدر شده. حسین به کوفه رسیده است، اکنون عازم دارالحکومه است. دروازه قصر را ببندید،
به هیچ وجه من الوجود حسین نباید وارد دارالحکومه شود. معلوم می شود حسین خیلی هم به حکومت عراق بی اتفاق نبود. به روی که باز شود چنانچه حسین ابن علی در میان شما حضرات روی پوشیده است، توصیه مرا آویزه گوش کند. حکومت عراق به مرکب چموش و بدقلقی میماند که سوارش را بر صخره میکوبد و استخوانهایش را خرد میکند. چرا دهانتان باز مانده؟ شاخ دارم یا دوم؟ دور از جان، حیرت من از تدبیر امیر است که با لباس حسین وارد کوفه شده. چه باید میکردم؟ من با هر لباسی جز لباس حسین به کوفه میامدم تکه بزرگم گوشم بود. این چه حکومت کردن است نومان؟ کوفه یک پارچه طالب حسین است. انگار نه انگار خلیفه مسلمین یزید ابن معاویه است. هرچه از کوفیان دیدید و شنیدید یک بازی کودکانه است. تشری بزنید و رهبر میگردد. عجب، تشر را شما چرا نزدید؟ من تشر بلد بودم، حاکم کوفه میماندم. بلوای مسلم ابن عقیل و دار دستش چه؟ آن هم در نظر تو یک بازی کودکانه است؟ شیعیان کوفه در اقلیتند. تا وقتی در اقلیت بمانند بی خطرند. این شیوه حکومت ابتکار کدامین فیلسوف دیوانه است؟ من این شیوه حکومت را از خلیفه فقید آموختم. معاویه مرده؟ مرده؟ بله، از قرار معلوم شیوه حکومتش هم با خودش دفن شده. تو واقف به نیات مسلم ابن عقیل بودی و علی‌رغم فرمان خلیفه به او و یارانش مهلت جولان دادی، پس تو هم شریک جرم ایشانی. غرامت این تمرد از دست دادن مسندی است که فلحال شما بر آن سوارید. خلیفه جوان است و رأی پیرانی چون ما را نمیپسندد. طبعا شما جوانترها بهتر میتوانید به خلیفه کمک کنید. بله. خب جناب سیاس پیر، مسلم کجاست؟ شنیدم که برای بیعت ستاندن از قبایل اطراف از کوفه بیرون شده. شنیده؟ تو حاکم کوفه بودی، باید میدیدی. به همین دلیل امارت کوفه را تحویل شما میدهم. من میشنوم و شما قادر به دیدنید. جدا؟ مزاح که نمی کنید؟ ابدا، این باور قلبی من است. همین که در لباس حسین وارد کوفه شده اید دلیل متقنی است بر درایت و تیزهوشی شما.
کوفه همیشه تسلیم مردان رند بوده. الحق که مهارت شما در سیاست رشک برانگیز است. من از تعریف و تملق بیزارم نومان. شک ندارم تو وفادار به خلیفه ای. اوضاع منقلب و شوریده کوفه حاصل ندانم کاریست. برای تسلط بر اوضاع منقلب کوفه اخبار موثق میخواهم. در قصد بمانید برای مشاوره در امور. مرخصید. در مشاورت با شما من زبان الکنی دارم. شما نیازی ندارید با چون منی مشاورت کنید. یعنی نمیخوای کمک کنی افتضاحی را که به بار آورده ای چاره کنی؟ نه که نمیخواهم. نمیتوانم. چرا نمیتوانی؟ شور با یک مشاور ندانم کار بطالت اوقات است و بیهودگی. حاکم معزول بودن در نزد من منزلت بیشتری دارد تا مشاوری بی ارج و قار. خواستم در حقت لطفی کرده باشم. جرم تو فقط ندانم کاری نیست. تو متهم به همدستی با سران دسیسه ای. پستم بر داماد تو وارد شده و تو به سبب خیشاوندی با مختار ثقفی چشم بر بلوای بیعت شکنان و تفرق افکنان بستی. و شطور دیدی؟ نه. خب یاغیانم هرچه دلشان خواست کردند. تبت یدا ابی لهب و تب بریده با دستان ابی لهب که عموی پیامبر بوده و مصداق بارزی شد بر این ادعا که هیچ نسبت خیشی خونی و قبیله‌ای نمیتواند مخل در انجام تکالیف شود. من وقتی شنیدم مسلم مهمان دامادم مختار شده، برادرم مختار را احضار کرده و با او اتمام حجت کردم. آشکارا بر منبر مسجد کوفه از او و حتی دخترم براعت جستم. اصرار دارید حتما مرا خائن به خلیفه قلمداد کنید؟ دلیل موجه تری به تراشی که مقبول نظر خلیفه افتد و اسباب مسحک نشود. کجا نامان؟ عرایز ما هنوز تمام نشده. شما بنا دارید مرا متهم و محاکمه کنید. باکی نیست. محکمه ترتیب دهید و قاضی شرح را مأمور کنید. به فضل خدا در محکمه پاسخ اتهامات شما را می دهم. نیازی به محکمه و قاضی شورای نیست. من به فتوای خودم خائنین را عقوبت میکنم. بنو رئیس. بله امیر. تا وقتی حاکم دیروز و متهم امروز بر سر عقل نیاید زندانی ماست. او را گرو برمیداریم تا دامادش مختار را به دام بیاندازیم. اطاعت مافوق تکلیف سربازی چون من است. این درسی است که خود شما به من آموختید. شرمندم جناب نعمان. حکم امیر، شما زندانی منید. حکم شماست. خام خیالی است که با این حیلت بتوانید مختار را شکار کنید. سرنوشت من برای مختار به پشیزی نمی ارزد. او بود که مرا از تخت امارت به زیر کشاند. توقع دارید برای گرو برداشتن من دل بسوزاند و خود را تسلیم شما کند؟ هیهات. حیف نبود دخترت را حرام چنین نمک را سازی کردی؟ بدون شک تلخکامی های آدمی تاوان گناهانی است که مرتکب شده. دردناک است در سن و سال چمنی که فرصت جبران لغزش ها را نداری متوجه شوی راه طی کردت کج راه بوده. روزی که به وسطت به مختار رضایت دادم خیال می کردم با این وسطت خطر مختار را برای همیشه دفع کردم و از یک مخالف سرسخت متحدی مطیع ساختم. خطر دفع نشد بماند. دختر هم شد هم داستان شوهر بر علیه پدر. رنج های امروز من حاصل ندانم کاری نبوده که من ندانسته و عبس کاری نکردم. این محنت و خفت
ثمره باورهای غلط بوده. آماده قلو زنجیرت هستم بنهو رئیس. نه بنهو رئیس، نه، مجاب شدیم. برای به دام انداختن مختار گروی با ارزشتری خواهم جست. مرخصی نومان، جای دوری نرو، دم دست باش. تو کوفه و کوفیان را بیشتر از ما میشناسی، میتوانی مفتاح و سر برخی از اسرار باشی. سزاوار عفو کریمانه امیر بود. او مرد رقیق القلبی است. تو بر شرطای کوفه امیری؟ بودم. زین پس سربازی هستم در رکاب شما. این منصب را نومان به تو داده بود؟ بله امیر. پس چرا وقتی دستور دادم او را در بند کنی دست و بالت نلرزید؟ رسم وفاداری و جوانمردی این بود که فرمان ما را اطاعت نکنی. در مرام سربازی ما اطاعت از مافوق یک تکلیف است. نعمان تا وقتی موافق من بود که امیر کوفه بود. جفنگ نگو بنهو رئیس، با ما رو راست باش. بگو ترسیدم مقام و منصبم از کف برود. خب البته گوشه چشمی هم به مقامم نظر داشتم. احسنت، برای ما پاسخ قانع کننده ای بود. تا وقتی در کنار مایی و با مایی از عفو کریمانه و بزد بخشش حذر کن و نیز از رقت قلب. این الفاظ ما را فریب نمی دهد. مهلکترین آفت حکومت رقت قلب است. عاقبت نومان را دیدی؟ نومان بسیار خوش اقبال بود که سرش بردار نشد. با عفو کریمانه که نمی شود حکومت کرد سردار. یک حاکم رند با عواطفش معامله می کند، نه بذل و بخشش. درست این حضرتتان که در آزمونی سخت عواطفش را سر برید و روسفید شد. معامله خوبی کردی، مبارکت باد. تو در سمت خود ابقا شدی بنهو رئیس. تمام صاحب منصبان و زعمای ذی‌نفوذ کوفه را همین امشب به ضیافت شام دعوت کن، اهم از موافقین و مخالفین. سمعن و طاعت. عمر سعد از قلم نیفتد. پدر زن نشد شوهر خواهر. با دستان شوهر خواهرت خفت میکنم مختار. از منجمان شنیدم که نحس اصغر به نحس اکبر بدل شده. این همان پیشبینی پیامبر است. اذا ظهرت البدع فی امتی، بدعت ظهور کرده، بدعتی هولناک. من از فتنه حسین ابن علی سر در نیاوردم، آن هم در زمان خلیفه‌ای که ختم شعرا و ختم ادبا و زیور و زینت دین مصطفی است. اگر شما چیزی میدانید مرا نیز آگاه کنید که جاهل نمیرم. حسین نوه رسول خاتم است.
حرمتش به جای خود؟ نسبت خونی و خیشی با پیامبر خدا آیا جواز بیعت شکنیست؟ ابو لهب هم عموی پیامبر بود، پسر نوح هم پسر پیامبر، اما هر دو در کتاب خدا منفورند و مغصوب. حکومت حسین بر عراق عرب یعنی دنباله حکومت پدرش علی. من از پیران شما میپرسم میراث حکومت علی چه بود جز انشقاق امت واحده رسول خدا؟ هنوز کوفه از جراحت زخمهایی که در زمان علی برداشته است متعلم است، هنوز داغ جنگهای برادر کشی علی تازه است. بدعتیان کوفه چه کردند با خلیفه دلسوخته و داغدار؟ صبر نکردن خلیفه جوان فارغ شود از سوگ عزمای خلیفه پدر. این از حرمت بیعت، این از حرمت خدمات خلیفه فقید معاویت ابن ابو سفیان. یا سیدی سبت النبی اهلا و سهلا. اف بر این همه قدر ناشناسی، اف بر این همه بیوفایی به عهد، اف بر این همه وظیفه نشناسی و خیانت. اندک مجالی میدهم که خاطیان توبه کنند. به خدا قسم خبر گردن فرازی کوفیان چنان خشم امیر مؤمنین یزید ابن معاویه را برانگیخته که امر کرده با منجنیق و قاروره‌های نفتین کوفه را با خاک یکسان کنند. من اجالتا رأیشان را زدم، به امیر مؤمنین نوشتم یا امیر، کوفه روم نیست، کوفه شهر ملحدان و مشرکان و کافران نیست، کوفه شهر جیوش خداست، شهر فاتحین بر مجوس است، شهر قالبین بر کسراهاست. ملوس خلیفه لشکری عظیم من باب احتیاط و عراق عرب گسیل داشته است که انقریب از راه خواهد رسید. من ابن زیاد فاتح خراسان ایران به امیر مؤمنین یزید ابن معاویه قول دادم که ریشه بدعتیان کوفه را بخشکانم و میخشکانم همان گونه که در بصره خشکانیدم. به زبان موعظه شد فبها، نشد زبانم تازیان است و شمشیر، چوبه دار است و غل و زنجیر. بیعت شکنان از هر قوم و قبیله‌ای که باشند جان و مال و ناموسشان بر ما حلال است. زعمای هر قوم میبایستی نام و نشان تک تک بیعت شکنان را سیاه کرده و معرفی نمایند، چنانچه بیعت شکنی اسیر شود که پیشتر نامش را زعیمش سیاه نکرده باشد، آن زعیم مجرم است. به خدا قسم مجرم را به درگاه خانش به دار خواهم آویخت. آهای جماعت مات و متحیر کوفی، باز چه بلایی بر سر عقل‌هایتان نازل شده که دهانتان از تعجب باز مانده و زبانتان به کامتان چسبیده؟ باز هم که مصداق از سمون بکمان آمیان شدید؟ رواست پسر مرجانور منبر خانه خدا رجس خانی کند و کسی متعرضش نشود؟ منبر خانه خدا جای عربده کشیست؟ نکند از سرس منجنیق و قاروره‌های نفتین و لشکر عظمای شام دین و ایمانتان را فروختید و دهانتان را محرموم کردید و گوشتان را دروازه؟ اولا لشکر شام یک حقه است، دروغ است. در ثانی یزید لشکر به سمت کوفه فرستاده؟ خب
فرستاده باشد. عراقی را چه باک از لشکر شام؟ عراقی بارها و بارها در میادین جنگ پنجه در پنجه شامی افکنده و اغلب هم غالب بوده. پسر مرجانه حسین را دور از جان با ابولهب و پسر نوح قیاس کرد که هر دو منفور و مغضوب قرآن کریمند. اما خاکش بر دهان که از سنت پیامبر به احادیث نبوی حرفی نزد. ای عالمان دین، ای قاریان قرآن، ای صحابه‌ای که محضر رسول خدا را درک کرده و ناظر بر عمل و سخن پیامبر بوده اید، آیا رسول خدا نفرمود اهل بیت من به سان کشتی نوح است که چون در آن داخل شوید محفوظید و چون به آن پشت کنید هلاک می شوید؟ این شورشی را می شناسی بن حریث؟ بله امیر. یک لاغبایست خرما فروش مشهور به میسم تمار، از یاران پرفاغورس علیست. یزید زیور و زینت دین مصطفی. پس دنکلوبت های شیعه کدام قبرستانی هستند که این پاپتی خرما فروش به میدان آمده؟ توقع داشتم هانی ابن عربه یا سلیمان سرد خدایی به میدان بیاید، نه این بی سر و پای خرما فروش. او را کتوبال ببندید به دارالحکومه بیاورید. بله امیر. چرا بدعتیان را به عوام الناس نمی شناسانید؟ بیعت شکنان با یزید بدعتیاند یا آنان که دست بیعت به یزید دادند؟ من هم با پسر مرجان متفق القولم که بدعت ظهور کرده. بدعت قماربازی است که قسمش درد شراب است. جا به نگو. بدعت هوس بازی است که نمازش بیخارگی. بدعت قاصدی است که حتی به طریقت شیخین اعتنایی نمی کند. داد نزن. بدعت هوس بازی است که نمازش همه مریدان علی از همین قماشند. خاک و شپشش را می تکاندید بعد داخل دارالحکومهش می کردید. چند وقت از تنت به آب نخورده خرما فروش؟ شما قصه می کنید؟ اولا خاک پاک کننده است و در غیاب آب می تواند رفع حاجت کند. ثانیاً شپش در این دنیا خونم را بمکد به هزان است که تن فربهم در گور گرفتار مار و عقرب شود. ثالثاً این خاصیت حرامزاده است که با تحقیر و تهمت دشمنانش را آزار کند و الا نه من خاک و خلیم و نه شپشی با خود دارم. تدار قربان سرتان امیر، این پیره مرد آفتاب لب بام است. نانش را خورده و دشتاشش را پاره کرده. بحث با او فقط خاتون مبارک را میرنجاند. حیف شما نیست با چون اوی جدل میکنید؟ او را به مرگی شنی خواهم کشت. ببرید زبان از حلقوم ناپاکش بیرون بکشید، بر تنه نخلی آویزانش کنید تا خلایق به آب دهن قصد داشتهند. لا حول ولا قوت الا بالله. خدا قسم می دانستم با من چه می کنی. کم و کیف مرگم را پیشتر از زبان مولایم علی شنیده بودم. علی؟ تو از علی چه شنیده ای مردک؟ قصه چطور مردنم را. علی فرمود میسم، تو به دست پسر زنی بدکار هلاک می شوی در حالی که زبانت را می برد و بر تنه درختی که از قبل آن روزی میخوری بردارت میکند. علی کذاب است. کذاب؟ اکنون که زهورا به تو نشان خواهم داد مردک. تو را طوری میکشم که شبیه بیشکوک علی نباشد.
بنو رئیس برامی او را به سیاه چالی تاری کنم او رو بینداز تا حشرات گوشت تنش رو بچرند. تو خود به راستگویی علی واقفی، بس بیهوده تقلا نکن. به خدای لاشریک هرگز سخنی جز حجت و حقیقت از علی نشنیدم. بنو رئیس دهانش را بشکرد جلی چشمانم دورش کن. شانته به اونج سعد. یا امیر کجایی ابن سعد؟ با کسب اجازه از محضر امیر میروم تا به مناسب حکومتی پشت کنم و شغل مناسب تری پیدا کنم. فیلمثل چه شغلی؟ فیلمثل زراعتی، صناعتی، تجارتی. چوپانی هم بدک نیست. میدانی؟ اغلب انبیا پیش از بعثتشان چوپان بودند. چوپانی پیش کن تا شاید به پیامبری مبعوث شوی. من که حقیقتاً به خاتمیت انبیا شک کردم. این مردم هنوز مرشد مرسل میخواهند تا هدایتشان کند. چه شد که مصمم به تغییر شغل شدی؟ وقتی یک عامی پارین پوش خرما فروش میتواند قلب امیری قدر قدرت را به درد آورد و بر مسندش آوار کند، از این مسند مسند لرزانیست. شما را که ویران کنند پس وای ما زیر دستان. یبن سعد، این تخت به توفانهای سهمگین نلرزد چنانچه سوارش گرگ دل باشد و کرگدن پوست رو با حیلت. پس چرا شما خراب شدید؟ خواستم مشق کنم. بیا ترخص. این پارین پوش مشتاق مرگ بهانه خوبی بود تا در مقابل هتاکیهایش خود را محک بزنم. باید مشق علم و اندوه کنیم تا به وقت حاجت در نمانیم. گاه با یک قطره اشک میتوان قلوب رعیت را مسخر کرد. ابن سعد، برای حکومت بر ری آماده ای؟ حکومت ری؟ بله، حکومت ری. برای جام فشانی آمادم. چه حکومت بر ملک ری باشد چه نوکری در رکاب امیر. ایران زمین را ابو عبید فتح کرد، شهرتش نصیب سعد علی وقاص. سعد که سر کرده شد، من شمشیرم را بوسیدم و غلاف کردم تا روزی که در رکاب علی عمران عازم جنگ جمل شد. در جمل به اتفاق مالک اشتر نخعی با شطر سرخ مو همون کاری را کردیم که ابو عبید ثقفی با فیل سفید ایرانی کرد. دین سید المرسلین این روزها باز هم به شمشیر امثال تو محتاج است شیخ. یزید به وقت شرب حرام عبای سید را می پوشد تا به اهل بیت سید و اصحاب مخلصش دهنکجی کرده باشد.
یزید تخم و ترکه همون معروفه عرب است که سینه حمزه را درید و جگرش را به دندان کشید. ما ایلیاتی ها به ارث و میراث خونی عقیده‌مندیم. از هند جگرخوار یزید بدکار به عمل می آید. نه نعوذ بالله پسر خدا. ایلیاتی جماعت عیارشون غیرت و شرافت و مردانگی است. مختار سر جنگ داری؟ روی من و قبیلم حساب کن. خدا خیرت دهد ابو زاکر. من برای خودم بیعت نمیخوام. آمدم بیعت بستانم برای حسین ابن علی. خب ما نوکر حسین هم هستیم. گمان نمیبردم حسین روی خوش به عراقی ها نشان بدهد. علل خصوص بعد از اون همه نامردی که در حق پدر و برادرش کردن. برد با حسین است وقتی مختار در کنارش باشد. دست دراز کن مختار. خدای محمد گواه است که این بیعت فقط با مرگ ابوزاکر باطل می شود. برای تسلط بر ری راه چندان هم هموار نیست. ری به سان کوفه سرزمین نارامی است. مخالفان خلیفه جوان در ری ترکتازی می کنند. باید هرچه زودتر با لشکری قریب به 10,000 جنگجوی عرب عازم ری شوی. خلیفه نظر مرا خواست، من هم تو را معرفی کردم. مبادا نزد خلیفه روسیه همان کنی. حکومت ری آرزوی دیرینه من بوده. مطمئن باشین این فرصت را هدر نمی دهم. پس دست به کار شو. مخارج لشکریان با من، فراهم کردن لشکریان با تو. با همه قبایل متحد و موافق کوفی سخن کنید. شمشیر زنانشان را به جهاد بخوانید. در مورد جیره و مواجب مکفی نه خصت کنید نه ریخت و پاش. به چه میاندیشی عمر؟ به مختار ثقفی. میدانی که او رقیب سرسختی است و در میان قبایل ذی‌نفوذ است. میترسم تمام رشته های من را پشت بکند. مختار برادر زن توست؟ ای کاش نبود. خم سر به تنش نباشد. خب سر از تنش بردار. یعنی مختار را بکشم؟ به حکومت ری میارزد. کشتن مختار کار دشواری است. از ایالت میترسی یا از ننگش؟ از جانم میترسم. مختار فدایان بسیار دارد. بدون شک قاتلش را قصاص میکند. می توانی خونش را گردن من بیاندازی؟ مصرید مختار کشته شود؟ با زنده ماندن مختار بلوای کوفه مهار نشدنی است. البته جبری نیست تو را بکشی. با وجود مختار قادری لشکریان را به پردازی حرفی نیست. این گوی و این میدان. برو ببینم چه میکنی. می دانستم با آمدن یزید کلاف سردرگم این دیار گره در گره می شود. ماوی قدر 100 سال خدمت کرده میراث‌خواران آلومه. او همه گدارها را می شنه. لقمه را چنان جویده و در دهان یزید گذاشته که بی زحمت خورتش دارد. گلویش را می فشاریم اول حدید. کاری کنیم همین لقمه جویده گلو گیره شود. با کدام سرپنجه ابو حساب؟ با کدام سرپنجه؟ از حجاز تا خراسان فارس زیر بیرق یزید است. با واق واق کوفیانی که به یک تکه استخوان خفه می شوند می خواهی سلطانی را که بر نیم عالم خاکی خدایی می کند سرنگون کنی؟ پس من راه را اشتباه آمدم. ابوالحدیدی که من می شناختم کوهی از توکل بود و نومیدی برایش این کفر. چه کنم پدر آمرزیده؟ با مشت بر سندان بکوبم؟ بکوب؟ مشتت کار پتک را میکند چنانچه با همان غیرت و ایمان روزهایی که در کنار علی بودی به میدان بیایی. یادم نمیرود چطور در جنگ صفین به قلب سپاهیان شام میزدی و دشمن را چون کرباس میدیدی. عاقبت آن همه مجاهدت چه شد؟ امراض قرآن برنیزه کرد. قوم بنی حمار کوفی علی را کافر خواندند و تیغ بر گلویش نهادند تا تسلیم شود. کار به بیعت من و قبیله امراض میشود این دست من و شاهرگم. کوفیان رفیق نیمه راهن مختار.
بیهود پسر پیامبر را در بدر عراق نکنید. من با دعوت حسین به کوفه موافق نبودم اول حدید، اما مخالفتم افاقه نکرد. حسین عازم کوفه شده. غیرتت قبول میکند پسر پیامبر را یاری نکنی؟ نکن، من رفع زحمت میکنم. از نگاهت شرم دارم جوابت کنم ابو اسحاق. به خدا قسم مسخالی به وفای کوفیان امید داشتم، مثل روزهای سفل کفن میپوشیدم و با مرگ مغازله میکردم. افسوس، توبه گرگ مرگ است. من به حکم دلم با حسین بیعت کردم اول حدید، نه با حکم عقل. بله، توبه گرگ مرگ است. کوفی قوم بنی همار است، رفیق نیمه راه است، پیمان فروش است. اما تو چه؟ تو واقفی که حسین برحق است یا نه؟ من منکر حقانیت حسین نیستم ابو اسحاق. بسیار خوب، در یوم الحشر از تو بپرسن چرا حجت حق را یاری نکردی، همین جوابی را میدهی که به من دادی؟ نه تو را در قبر کوفی میخوابانند، نه عملت را با عمل کوفیان میسنجند. حال خود دانی. به من ابو اسحاق. بیعت نستانده می روی؟ ممنونم ابو اسحاق، ممنونم. خوش موقع به دادم رسیدی، بد جور به گله و مراتم گره خورده. رسیدن به خیر. چه خبر؟ تا اینجای کار همه حدس و گمانها غلط در آمد. ابن مرجان بی خبر آمد، آن هم بیلشگر و بی کوس و بی کرنا، با لباسی آمد که همه خیال کردن حسین است. بعد هم بر منبر رفت و رجز خواند و همه بیعت شکنان را به عقابی سخت وعده کرد. نخستین سیدش میسم تمار بود. وقتی میسم را میکوفتن همه کوفیان فقط ایستاده بودند و نگاه میکردن. ابن زیاد روی جهل و ترس کوفیان حساب کرده. او بدون لشکر آمده تا کوفه را به دست خود کوفیان فتح کند. دوستان خوش خیال و ساده رو همان بگو تو را به خدا قیل و قال کوفیان را باور نکنند. اسارت میسم تمار گواهی مسئله است که کوفیان همان جماعت توزرد دیروزی اند. تو چه کردی ابو اسحاق؟ همان کاری که باید میکردم. یک موی این ایلیاتی ها میارزد به کرور کرور جماعت بی بخور کوفی. عمر صدر را مأمور کرده اند تا لشکری فراهم کند برای حمله به ری. به ری یا کوفه؟ ظاهر قضیه ری است، اما در پشت پرده حدس خودت درست است. ابن مرجانه عمر صدر را به وسوسه حکومت ری فریفته. عاقبت خواب و خیال حکومت ری مردک را دیوانه می کند. از مسلم ردی نجستند؟ هنوز نه، اما دیر نشده ابو اسحاق. ابن مرجان جای پا محکم کند به سراغ مسلم هم می آید. بعید می دانم ابن مرجان باور کرده باشد که مسلم در کوفه نیست. چطور؟ چطورش را نمی دانم، اما احتمالی است که نباید از آن غافل شد. کیان،
به دوستان ما بسپار ششتان که حواسشان متوجه مسلم باشد. ابن مرجان خدای نیرنگ است. اینکه با لباس حسین وارد کوفه شد حیلتی بود که به عقل جن هم نمی رسید. ممکن است جاسوسانش با خود وارد حلقه ما شوند و رد مسلم را بیابند. بگو اقامتگاه مسلم را نوبینوم عوض کنند. مسلم در هیچ منزلی نباید اقامت طولانی کند. به مختار بگو از قبایل بیطرف عراقی غافل نشود. طوری با ایشان سخن کند که حقیقتاً بیطرف بمانند و به دشمنان ما کمک نکنند. عمر سعد با طلای فراوان مأمور شده تا از همین قبایل لشکری سترک فراهم سازد. ایلیاتی ها ممکن است در دین مردمانی سست باشند، اما در رسومات ایلیاتی مردمانی استوارند. مباد حریت ایلیاتی خود را به درهم و دینار بفروشند. مختار پیغام ثانویه‌ای هم دارد. بگوشیم. ابو اسحاق دلواپس بود. چرا منمن میکنی مسلمان؟ ابو اسحاق چه پیغامی داشت؟ چرا دلواپس بود؟ دلواپس بود که مبادا مکاران به نام شیعه در حلقه یاران داخل شوند و از محل اختفای جناب مسلم مطلع شوند. پیغام داد که جنابشان نو به نو خانه عوض کنند و در مکانی معین اقامت طویل المدت نکنند. مختار ذاتن مرد بدبینیست. به زعم او ما نباید حتی به تخم چشممون اعتماد کنیم. یعنی ما اینقدر از مرحله پرت افتادیم که دوست و دشمنانمون رو نمیشناسیم و بند رو به آب میدهیم؟ برزخ نشو سلیمان. ابو اسحاق مرد کیس و دوراندیشیست. پیغامش پیغام بدی نیست. ابن زیاد با بیرق مکر وارد کوفه شده. بعید نیست عمالش به لطایف الهیل از اسرار ما با خبر شوند. هانی جان، جناب مسلم به هر کجا جز خانه شما برود دیدار ما با او سخت می شود. بیماری تو بهانه خوبی است که یاران به عیادتت بیایند و کسی هم شک نکند. برادران، پیغام مختار معید این معناست که احتیاط شرط عقل است. حال که به حکم قضا و قدر ناگزیریم در خفا بمانیم، بهتر است از غربا و اغیار اجتناب کنیم. و اشخاصی که در ماهیتشان تردید دارید و ایشان را تمام و کمال نمی‌شناسید، از اسرارمون سخن نکنید. بنو رئیس. بله امیر. هانی واقعا مریض است یا مریضی را بهانه کرده تا به دیدار ما نیاید؟ واقعا مریض است امیر. من خود بر بالینش رفتم. در کوره تب میسوخت. عجب. بسیار خوب، پس ما به عیادتش میرویم. به عیادت دشمنتان میروی؟ عیادت از بیمار سنت حسنه پیامبر است. عیادت از دشمن بیمار ثوابش دوچندان است. شنیدی ابن عقیل؟ شنیدی پیغام این حرامزاده را؟ ابن مرجانه امشب به عیادت من می آید. به خدا قسم این عیادت عیادت شیطان از من است. او به عیادت من می آید تا خود را نزد عوام محق و موجه نشان دهد. فرصت خوبی است که شرش را کم کنیم و راه کوفه را بر حسین هموار سازیم. یعنی چه کنیم شیخ؟ هرچند خوش ندارم این ابلیس در خانه من کشته شود و نه این که مهمان کشی بر گردنم افتد، اما آب رویم فدای یک تار موی حسین. حاضری ابن مرجانه را بکشی؟ چگونه شیخ؟ با شمشیر یاخته در همین پس رو کمین کن. وقتی شنیدی آب می طلبم بیرون شو و با ضربتی کارش را بساز. Thank you.
تردید نکن مسلم. افسوس که این مرض ناتوانم کرده، ار نه خود جانش را می ستاندم. زنده ماندن این ام المکر یعنی تکرار همان بازی هایی که در صفین علی را کمر شکست، یعنی ناکامی ما در برپایی دولت حق. به خدا قسم ابن مرجان به کوفه آمده است تا کوفه را مقتل حسین کند. پای شما تبش فروکش کرد و از حال رفت. دندانهایش طوری به هم میخوردن که ترسیدم بشکرم. هانی جان، حال که تازه خوابیده بیدارش نکن. خودش اصرار داشت وقتی شما مشرف شدید بیدارش کنم. بلا دور باشد شیخ، دعا میکنیم. ای دست تو رو به خدا نرس، ای دل تو رو به خدا بالو بر نزن. زدی؟ شرمتان باد که بر میهمان تیغ میکشید. جان نخیل، با این کار آبروی عمویت علی را بردی. جوان مردانه بر دشمن تیغ نمی کشید. علی قافل کشید. آب جرعه آبم به نوشانه باسد. Soon as it's